جنگیدن یه عده جوان که ممکنه یه دوره های 15 روزه یا دوره های یه هفته دیده باشد با یه ارتش منظمی که از 2 سال قبل خودش آماده چین نبرد میکرد به این میگن حماسه. به جوانی که اولین بار تیراندازی میکنه به این میگن حماسه. صدای جهان آرا از بلندای گلدسته های مسجد شهر همچنان در کوچه های خرم شهر میپیچد. یکی از بچه سرگروه اومد طرفم گریه میکرد، میگفت محمد ما چیکار کنیم، ما هیچ کسی نداریم، بچه ها دارن از بین میرن. من بغلش کردم گفتم نه، ما خدا رو داریم، ما امام داریم، مطمئن باشید که ما پیروزیم. مسئله نیست که بچه ها از بین برن، مسئله نیست که مکتب باقی بمونه. اگر مکتب باقی موند همه چیز ما وجود. شنوندگان عزیز توجه فرمایید، خونین شهر، شهر خون آزاد شد. آقای رضا خورن شهر کجاست که میگن خدا آزاد کرد؟ آدمی که ملاحظه کردید در چیزی که نوشته بود به سران نظامی خودش در شهر خونین شهر خرمشهر که اونطور سفارش کرده بود که بزنید بکشید چه بکنید تا آخر گلوله تا آخر نفر، این دید که همون نظامی های او گوش ندادن بهش، نتوانستن گوش بدن، اصلا مجال قرائت این چیزا را بهشون ندادند و فوج فوج تسلیم شدند. یک همچه آدمی که دنبال این میگد که امر به عقب نشینی کردیم، لابد عقب نشینی تاکتیکی. پلاک افتاده این تن پاره پاره روی زمین از آن رزمنده است که هرگز نگذاشت زمین خرمشهر را دشمن پاره پاره کند. 3-4 نفر بچه آماده شدن که روی میدون مین بخوابن. اینا میومدن جلوی ما، تک تک میپریدن رو مین و مینها خونسا میشد. نفر داد، نفر داد. ما روز تا ساعت 4 موندیم، اما این موندن و استقامت باعث شد که از گردان هیچ کس سالم نبود. آری، خرمشهر مدرسه بود، مدرسه ای که نیمکتش خاکریز بود، معلمش امام حسین و شاگردان این مدرسه عاشق خمینی بزرگ. اینا فقط یک تذکر برادرانه بود، چیزی که همه ما باید بدیم. ما وسایل نداریم، اینا همه تون هم میدونیم هیچی نداریم بگر از همین هسته و گفتا با، اما خدا با ما، امام زمان با ما، خدا با ما، امام زمان با ما.